در اعلامیه‌ای که دادگستری کل استان کردستان منتشر کرده، اشتباهات یا اینکه خطاهای عمدی واقعی وجود داره. حیدر قربانی به اتهام بغی و همچنین در پرونده دیگر به عنوان معاونت در قتل سه نفر محکوم شده است. اینکه اونها به جای معاونت مشارکت آوردن، با توجه به مفهوم و معنی خاصی که این دو کلمه از لحاظ حقوقی داره، خطای محضی است که اونها به این شکل مشارکت کردند تا مجوز یا در واقع اعدام ایشون رو توجیه بکنن. حیدر قربانی در پرونده‌ای که در دادگاه کیفری یک سنندج تشکیل شده و این سند مسلمی است برای ما، ایشون اتهامش معاونت در قتل سه نفر بوده و به خاطر این به 0-30 سال حبس محکوم شده بوده، زیرا کسان دیگری که از کردستان عراق آمده بودند حیدر رو مجبور کرده بودند و هرگز به این درخواست من در مورد اینکه راجع به این رسیدگی بشه توجه نشد. مجبورش کرده بودند راننده اتومبیلی که اون افراد توسط آن اتومبیل رفته بودند برای قتل و ترور اون سه نفر که ترورم از نظر من محکوم است، فقط حیدر رانندگی اتومبیل را داشته، نه مسلح بوده و نه عضو حزب مشخصی که اونها اعلام کردن بوده. در حالی که اتهام بقی که در قسمت سوال شما من جواب میدم به این معناست که شخص در یک گروه یا سازمان مسلحی که علیه یک نظام اسلامی مبارزه میکنن، مبارزه مسلحانه میکنن، عضویت داشته باشه و شخص، یعنی از جمله مثلا حیدر قربانی، هم مسلح بوده باشه و هم از اسلحه استفاده کرده باشه، در حالی که حیدر نه مسلح بوده و نه استفاده از اسلحه کرده و نه عضو حزب دموکرات بوده است. زیرا اگر مسلح بود و استفاده از سلاح میکرد در مورد قتل اون سه شهروند کرد، دیگر اتهام ایشون رو با عنوان معاونت نمی گرفتن، با عنوان مشارکت می گرفتن. مشارکت و مباشرت یعنی شخص خودش عملش رو انجام بده که مباشرت بهش میگن، هر دو یک مجازات دارن به جز در موارد خاصی و به اون کسی که شریک در قتل بوده باز هم به اتهام همین مشارکت حکم قصاص می دادن. در حالی که دادگاه کیفری که یک دادگاه معتبریه و حکمش هم در دیوان عالی کشور مطرح شده، ایشون اتهام معاونت گرفته و این خطای فاحشی بوده که هم از اول برای صدور حکم بغی اون رو در نظر گرفتن و هم در مورد این اعلامیه دادگستری استان این موضوع را مطرح کردن. متاسفانه هرگاه یک شهروند کرد دستگیر میشه و اون رو به اعدام محکوم میکنن یا حکم اعدام رو در مورد اون جاری میکنن، این موضوع را چنان مطرح میکنن که انگار این شهروند کرد حتما مادرزادی مسلح بوده و عضو یک حزب به اصطلاح مخالف جمهوری اسلامی بوده و حتما هم از اصلاح از اسلحه‌اش استفاده کرده باشه. در حالی که این حیدر قربانی، من کاری ندارم حتی اگر اون رانندگی اون اتومبیل را داشته یا اون اتومبیل رو اون برای اون افراد فراهم کرده باشه، به لحاظ حقوقی مجازات مشخصی داره که همونه که دادگاه کیفری یک کردستان در مورد ایشون حکم صادر کرده و اون رو مورد این مجازات قرار داده بود. من دیشب یعنی شنبه شب به وقت تهران در ساعت بین 7:53 تا 8:56 در حدود 12 دقیقه با حیدر و 2-3 دقیقه آخرش هم با یک متهم دیگری که موکل منه، اون هم اتهام بغی داده بودن بهش و در دیوان عالی کشور حکمش نقض شد، خوشبختانه صحبت کردم. حیدر در اون
صحبت هایی که با من کرد، به جای اینکه من دلداری اون بدم نگران نباش باشین، به من گفت، چون به من اسم صالح و به کردی به برادر بزرگ میگن کاک صالح، به من گفت کاک صالح نگران نباشید، هر انسانی وقتی که متولد میشه تا وقتی هم میمیره، مهم این است در اون فاصله تولد تا مرگش چه اقداماتی رو میکنه، که آیا اقدامی در خدمت مردم انجام میده یا اینکه اقدام دیگری انجام. من به خودم افتخار میدم و حتی بهش گفت که به من گفت شاهانه به این امر به زبان کردی، افتخار میکنم که کار بدی نکردم و در هیچ قتلی و در هیچ جنایتی من مشارکت نکردم. این صحبت ایشون بود و همچنین در ادامه گفت خوشبختانه اون درخواست آخری که با عنوان اعمال ماده 477 شما برای من نوشتید، یعنی من برای من نوشتید، رفته پیش رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه یعنی آقای محسنی اجرایی دستور داده به رئیس کل دادگستری استان مجددا پرونده او را رسیدگی بکنن و نتیجهش رو هم به خانواده ایشون یعنی حیدر به هم خود حیدر به هم به رئیس قوه قضاییه منعکس بکنن. این حرف رو دقیقا برادرش هم به من دیروز و روز قبلش به من گفته بود که بله اونها رفتن پیش رئیس کل دادگستری و دفتر رئیس کل دادگستری عیناً با خوشحالی گفتن خوشبختانه آقای محسنی چون این دستوری رو داده و امیدواریم در کار ایشون گشایش حاصل بشه. اما اینکه بعد از چون این دستوری چون این حکمی رو اعدام بکنن، این به معنای اینه در این دستگاه قضایی ما یا اینکه در این کشور ما عملاً ممکن سنگ روی سنگ بند باشه، چون امور قضایی و دستگاه قضایی باید بر محور عدالت و عدالت خواهانه و همچنین رسیدگی باید بر اساس یک عدالت قضایی و رعایت آن باشه مطابق اصل سوم قانون اساسی، ولی متاسفانه میبینیم از یک طرف رئیس دستگاه قضا چون این دستوری رو داده، حالا من نمیگم که حتما این صحیح بوده، ولی در دفتر رئیس کل دادگستری استان کردستان این رو به خانواده ایشون گفته بودن و اونا هم عین همین رو به برادرشون منعکس کرده بودن تلفنی.